سرخط خبرها. رأی اعتماد مجلس ایران به دو وزیر پیشنهادی روحانی، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش شد، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. افزایش قربانیان حمله دیشب طالبان به محل استقرار نهادهای بین المللی در کابل، 16 کشته، 119 نفر زخمی. دو دستگی نمایندگان بر سر برگزیت در اولین روز بازگشایی مجلس بریتانیا. تا ساعتی دیگر ائتلاف شورشی و دولت بوریس جانسون بر سر خروج بی‌توافق از اتحادیه اروپا به مسافه هم می‌روند. آیا بنده وکیلم؟ و با اجازه خانواده عروس و داماد، دادگستری عقد دختر 10 ساله با مرد 22 ساله را باطل کرد. سلام بر شما، به این برنامه خبری خوش آمدید. امروز دو وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس ایران رأی اعتماد گرفتند. بدین ترتیب محسن حاجی میرزایی کرسی وزارت آموزش و پرورش را بعد از مدت‌ها پر کرد. علی اصغر مونسان هم که قبلا رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود، حالا وزیر وزارتخانه نوبنیاد شد به همین اسم. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. یک نفس راحت برای حسن روحانی که در میان مشکلات امروز کشور میتواند با پر شدن دو کرسی وزارت با خاطری آسوده به بقیه کارهایش برسد. تعداد نماینده هایی که به دو وزیر پیشنهادی او رأی اعتماد دادند اکثریت محکمی بود. یکی 200 رأی موافق گرفت، دیگری 163 رأی. آراء موافق 200 رأی، آراء مخالف 48 رأی، آراء ممتنع 7 رأی، آراء موافق 163 رأی، آراء مخالف 83 رأی، آراء ممتنع 5 رأی. بفرمایید آقایون. قابل پیش بینی بود که حسن روحانی از دو وزیر پیشنهادی با تعریف و تمجید دفاع کند. فرد خوشفکری هست، از بهترین دانشگاه این کشور فارغ التحصیل شده. اما بخشی از علت تمایل حسن روحانی به دو وزیر پیشنهادی این بود که مدت هاست با آنها کار می کند و در دایره همکارانش هست. در انتخاب وزیر اعظم برای بعضی نمایندگان مثل نماینده ارومیه این یک نقطه منفی بود. فقط اعضای دفتر سمول باید وزیر شوند. انتخاب دم دستی سوب حرات بر فرهنگیان عزیز است. اگر برای یک نماینده مخالف دم دستی بودن محسن حاجی میرزایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ایراد به حساب می آمد، ایراد دیگر نمایندگان مخالف این بود که او مخالف تدریس زبانهای قومی است و قصدش این است که به اسم نوسازی مدارس از والدین شهریه های بیشتر بگیرد. قول بده که سب بشه. کی تشریف میارسی؟ تشریف میارم. کی بیام؟ سب. کی بیام؟ کرسی وزارت آموزش و پرورش مدتی خالی بود. وزارتخانه‌ای که 13 میلیون دانش آموز و 1 میلیون فرهنگی را پوشش می‌دهد. وزارتخانه‌ای که آینده کشور را می‌سازد. اما وزارتخانه‌ای است که با مشکلات بزرگ هم روبروست. وضع معیشتی معلمان خوب نیست. بین مدارس دولتی و غیر دولتی نابرابری وجود دارد و فضاهای آموزشی متراکم و فرسوده هستند. خود وزیر پیشنهادی در دفاع از برنامه‌هایش تأکید خاصی روی ضوابط منطقه بندی مدارس داشت، یعنی اینکه محل سکونت جغرافیایی محصل دست والدین را در انتخاب مدرسه ببندد. منابعی است، درباره منابع او بحث شد که از برخلاف محسن حاجی میرزایی که بزرگترین ایراد مخالفانش این بود که 20 سال است از آموزش و پرورش دور بوده، علی اصغر مونسان وزیر پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری چنین مشکلی ندارد. او سالها رئیس سازمان گردشگری و میراث فرهنگی بود تا اینکه مجلس این سازمان را برخلاف میل او و برخلاف میل دولت به یک وزارتخانه بدل کرد. از مهمترین دلایل اهمیت این وزارتخانه این است. ایران جزء یکی از 10 کشور اول در جاذبه های توریستی است، ولی سهم بسیار اندکی از درآمدهای توریستی دارد. به قول یک نماینده مخالف، تعداد گردشگران ایرانی که به خارج می روند 3 برابر تعداد گردشگران خارجی است که به ایران می آیند.
اما در زمان تصدی همین وزیر پیشنهادی تعداد گردشگران خارجی به هر حال 40-50% بیشتر شده و درآمدهای توریستی ایران هم به همین مقدار بالا رفته. هرچند بعضی نمایندگان مخالف یادآوری کردند علی اصغر مونسان چند معاون دارد که به علت فساد تحت پیگرد هستند. همین ایرادات باعث شد رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی گردشگری و میراث فرهنگی کمتر از رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش باشد. اما حالا دیگر آنها وزیر پیشنهادی نیستند. وزیرانی تمام عیار هستند. سیاوش اردلان، بی بی سی. حسن روحانی در جلسه امروز مجلس در مورد صحبت‌های اخیرش درباره مذاکره با آمریکا هم توضیحاتی داد و گفت که سیاست‌های ایران رو آیت الله خامنه ای مشخص می‌کنه و در مسائل ملی اختلافی وجود نداره. ممکنه از تعبیرها سوء برداشت بشه. ما هیچ تصمیمی برای مذاکره دو جانبه با آمریکا نداریم و نداشتیم. رئیس جمهور ایران گفته که آمریکا بعد از رفع همه تحریم‌ها می‌تواند در قالب گروه 5 به علاوه 1 با ایران گفتگو کند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل ایران از تورنتو کانادا با ماسای نامور حقیقی، این حرف‌های آقای روحانی آیا نشانگر تغییری در موضع او هست؟ ببینید، به هر حال اطلاعاتی که به دست اومده این هست که آمریکایی‌ها خواستار مذاکره مستقیم شدند. آقای راند پال بنا به روایت خود آقای ظریف پیشنهاد صریح داده که آقای ظریف به کاخ سفید بره و آقای ظریف هم موافق بوده ظاهرا، ولی در تهران آیت الله خامنه‌ای مخالف بوده که این ملاقات صورت بگیره. پس بنابراین کلید امکان یک رابطه و گفتگوی مستقیم زده شده بوده، جدا از اینکه این ارتباط و گفتگوها در سطوح پایین یا از طریق واسطه ها همچنان ادامه داره. اما در مورد اون روز مشخص، به هر حال بازگشت آقای ظریف به فرانسه مشخصا معلوم بود که یک تحولی، یک پیشنهاداتی هست که نیازمند اینه که آقای ظریف در فرانسه حضور داشته باشه و به نظر می‌رسید حتی ممکن بود که آقای ظریف با آقای ترامپ ملاقات کنه، که خود آقای ترامپ گفت که ما دیدیم دیدار با ظریف کمی زود هست. پس بنابراین این پیشنهاد مطرح بوده، کسی هم من نکرد. صحبت تلفنی آقای مکرون و آقای روحانی برای دعوت آقای روحانی و آقای ترامپ برای ملاقات در سازمان ملل هم بر همین مبنا بوده. پس بنابراین قطعا تحولات دیپلماتیک و پیشنهادات روی میز بوده. صحبت آقای روحانی هم در صبح اون روز از دید تمام کسانی که صحنه رو نگاه میکردن کاملا ناظر بر همین بوده، و اگر آقای روحانی اون حرفا رو اتفاقی زده که خب بعید میدونه از آقای بعید هست آقای روحانی بس. اگر نزده چند تا مقصود داشته. مقصود اولش این بوده که بگه من میخوام مذاکره کنم اما دیگران مخالفن. این جمله شرطی هم که اضافه کرده، اگر مصلحت ایجاد کنه من این کار رو خواهم کرد، این به قول معروف جزء حیل شرعی نسبت به تبلیغاته. خب آقای نامور حقیقی، همین الان هم که آقای روحانی گفته که اتفاق افتاده، بله. اگر اجازه بدید تموم کنم، بله. اون چیزی که اتفاق افتاد، آقای ترامپ در گفتگو با آقای مکرون دو تا موضوع رو مطرح کرد که علیه توافقی بوده که شب قبلش مطرح شده. ببینید، اصل توافق این بوده که دو کشور اگر میخوان گفتگو کنن، موضوع گفتگو مسئله هسته‌ای و تضمین‌هایی باشه که آمریکا مطمئن بشه ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. بله. که چند بار آقای ترامپ دست داده که اونجا دوباره آقای ترامپ مسئله موشک‌ها رو مطرح کرد. دوم اینکه مذاکرات بر مبنای هیچ پیش شرطی نباشه. در اونجا آقای ترامپ دوباره مشخصا گفت که ایران باید یک کارایی بکنه که خودشون میدونن چیکار بکنن و یک کارایی هم نباید بکنن که با مجازات روبرو میشن. این فضا رو عوض کرد و خب باعث شد که در تهران هم گفتارها تغییر لحن داده بشه. ببخشید که حرفتون قطع میکنم آقای نامور حقیقی، ولی خیلی کوتاه، وقتمون خیلی کمه. این تأکیدی که امروز آقای روحانی کرده که سیاست ها رو آیت الله خامنه ای تعیین میکنه، این تأکید بر نپذیرفتن مسئولیت، شانه خالی کردن، چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ ببینید، جایی که آقای روحانی نتونه امتیاز بگیره، کردیت بگیره و اعتبار تبلیغاتی بگیره،
اونجا رو منتسب میکنه به آیت الله خامنه ای. بنابراین اگر این حرف اگر درست باشه، اون روز باید میگفت که اگر آیت الله خامنه ای اجازه بدهد و شرا و منافع ملی اختضاع کند، من به ملاقات هر کس خواهم رفت. پس بنابراین اینجا الان چون احتمال این رو میدونه که احتمال زیاد اجازه دیدار آقای روحانی با آقای ترامپ داده نمیشه، الان منتسب میکنه به آقای خامنه ای که هزینش به عهده آقای خامنه ای باشه. ولی اون روز چنین حرفی نزد، باید اون روز هم این پیش شرط رو میذاشت که اگر آیت الله خامنه ای اجازه بده و منافع ملی ایجاد کنه، این کار رو من انجام داد. اون چیزی که به نظر من پیش خواهد رفت، مدل به نظر من مدل صلح افغانستان، آمریکا میتونه نماینده ویژه حتی خود آقای خلیل‌زاد رو تعیین کنه و با نماینده ایران صحبت کنه. اون راه پاس محتمل تری است تا راهی است که دولت رئیس جمهور با هم شروع کنن برای مذاکرات. فعلا آقای خلیل‌زاد بسیار درگیر مسائل افغانستان، ببینیم به کجا میرسه. خیلی زبان فارسی هم بلده. بعد از افغانستان میتونه به موضوع ایران بپرده. ممنونم از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران از تورنتو کانادا با ما. قوه قضاییه ایران اقدام به خودسوزی یک زن را در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران تایید کرده. خبرگزاری قوه قضاییه میزان از قول یک مقام آگاه در دادگستری نوشته که این زن سال گذشته به دلیل آنچه پوشش نامناسب خوانده می شود متهم شده بود. به گفته همان مقام آگاه، این زن دیروز بعد از مراجعه به دادگاه و اینکه رئیس دادگاه را پیدا نکرده، اقدام به خودسوزی با بنزین کرده و به بیمارستان منتقل شده. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری ایران، در مجلس و در پاسخ به سوال یک نماینده گفت پشت تجارت VPN ها و فیلتر شکن ها یک مافیای چند صد میلیاردی است که با آن برخورد نمی شود. او همچنین گفت هر کس به فراخور نیازش از اینترنت استفاده می کند و نمی شود سطح دسترسی همه مشاغل و اصناف به اینترنت یکسان و مثلا با سطح دسترسی یک کودک برابر باشد. وزارت داخلی کشور افغانستان اعلام کرده که در حمله شب گذشته به کمپ گرین ویلج در محل استقرار مؤسسات و نهادهای بین المللی در کابل، 16 غیر نظامی و کارکنان کمپ کشته و 119 نفر دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که تلفات سنگینی به اتباع خارجی حاضر در این کمپ وارد شده. حمله زمانی صورت گرفته که زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان در کابل، در حال مشورت درباره توافقنامه صلح آمریکا و طالبان بوده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. شعله‌های حمله شب گذشته بخشی از شهر را روشن کرد و چراغ زندگی شماری را اما خاموش کرد. حمله با قربانیانی عمدتاً غیر نظامی. وزارت داخله گفته یک تراکتور مملو از مواد انفجاری در نزدیک دیوار جنوبی کمپ گرین ویلج منفجر شد. این وزارت گفته نیروهای ویژه پلیس با استقرار در اطراف محل انفجار توانستند 5 نفر از اعضای گروه طالبان را از پای درآورند. آنها قصد داشتند به کارکنان این کمپ حمله کنند. به گفته وزارت داخله، پلیس حدود 400 تبعه خارجی مستقر در گرین ویلج را به محل امن منتقل کرده. انفجار وارد خانه های غیر نظامی ها هم شده و تا توانسته تخریب کرده. در طی چند سال اخیر این دست کم چهارمین بار است که حملات شورشیان جان و مال اهالی منطقه را می گیرد. هر انفجار در منطقه گرین ویلج تقریبا خانه ها را به این شکل درآورده، علاوه بر آوردن خسارت بر خانه ها، باشندگان خانه ها را هم داغدار کرده. در این خانه یک طفل جان خود را از دست داده و تقریبا 17 نفر دیگر هم زخمی شدند. مشابه این خانه در این کوچه که حدود 6 خانه دیگر هم وجود داره زیاد است. تقریبا ما از باشندگان کوچک پرسیدم که چه خساراتی وارد شده و چه تلفاتی بر باشندگان خانه ها آمده، پاسخ تقریبا مشابهی دادن. مثلا شما ببینید انفجار به حد شدید بوده که این دروازه را، خانه را کلا از جا کنده و حالت مشابه دیگر هم در دیگر خانه ها وجود داره. من چند دقیقه پیش به این خانه رفتم که دو طبقه ای بود و
طبقه بالا رو هم خراب کرده، یک سقف تقریبا کم بوده بیاره پایین. صاحب خانه آقای عبدالظاهر است که زمانی که انفجار بوده در حال استراحت بوده که انفجار خانه را لرزانده. آقای عبدالظاهر چه اتفاق افتاد؟ ما دکان قائم کردیم، ما آمدیم شاید ساعت 8 9 بجه شب 8 بجه بود بخیالم، سر نان شیشته بودیم. من که در پشت کلکین بودم که در این پشت کلم چوب کلکین خود مرا سر دسترخوان چپکد انداخت. بچه مامم تو سونه مامم تو نواسه مامون چبلقایشم در خانه شیر چوشکشم و زخمی شدن، بردیم ما را شفاخانه رساندیم. دیگه یک تاریکی خیس و خاکباتی شد، دیگه ما نفهمیدیم که چی بود. دقیقاً در زمان انفجار ساعت 9:55 دقیقه شب به وقت کابل، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در یک گفتگوی تلویزیونی می گفت که پس از توافق آمریکا با طالبان حملات به گونه گسترده کاهش می یابد. 9 دور مذاکره آمریکا و طالبان در قطر در 10 ماه گذشته حاصلش توافقنامه ای است که قرار است به زودی امضا شود. توافقنامه صلح آمریکا و طالبان در افغانستان. اما در این 10 ماه مذاکره خشونت ها نه تنها کم نشده که زیاد شده. علی حسینی، بی بی سی، کابل. اسدالله زائری، کارشناس سیاسی و رابط بین الملل از کابل با ماست. آقای زائری، شما هیچ نشانه از صلح میبینید با این اوضاع و احوال؟ و شنوندگان شما اگه اصلاح بکنم، من از آدرس شورای صلح و به عنوان سخنگوی شورای صلح میکنم. ما نشانه های از تأمین صلح و ساختن صلح در کشور و گام هایی که توسط آقای خلیلزاد برداشته شده و یک جمع‌بندی که روی کاغذ تدوین شده و قرار است امضا بشه، این میتونه زمینه ساز و آغازی باشه برای شکستن شدن قفل روابط افغانستان و تحریک طالبان. و مردم افغانستان و ما آرزومند هستیم که این توافق گامی باشه و مسیری باشه برای رسیدن به صلح، آسایش و آرامش در کشور. و ما خوشبین هستیم، خوشبین بودیم، امیدوار هستیم و امیدواری ما بدون دلیل و بدون منطق نیست، بدلیل اینکه در سطح داخل، در سطح منطقه و جهان امروز یک نوع خوشبینی یا یک نوع در واقع روی کرد مثبت و همکاری جویانه نسبت به پروسه صلح افغانستان، نسبت به اینکه مردم افغانستان رو کمک بکنه به یک صلح و آشتی و مصالحه ملی برسد وجود داره. پس بنابراین ما چشمانداز و دورنمای صلح در کشور بسیار روشن اینه، اگرچه مشکلات و چالش هایی هست به دلیل اینکه اساسا مسیر صلح و صلح سازی یک مسیر دشوار و پرپیچ‌خم است. شما گفتید که به نمایندگی از شورای عالی صلح صحبت میکنید، چقدر شورای شما در این گفتگوها، در این مذاکرات، در این روند دخیل هست؟ این نکته ای باید عرض بکنیم که تلاش های دکتر خلیلزاد که فرصت طلایی است برای پروسه صلح، مذاکره است بین آقای خلیلزاد و تحریک طالبان و هنوزم مذاکرات صلح شروع نشده است، هنوزم گفتگوهای صلح شروع نشده است. و آرزوی ما، انتظار ما است که این تلاش های خلیلزاد، توافقی که آقای خلیلزاد با تحریک طالبان داشته، آغازی باشه برای مذاکرات صلح. در صورتی که مذاکرات صلح شروع بشه، ما کاهش خشونت را شاهد خواهیم بود. و در صورتی که شروع بشه، شورای عالی صلح به عنوان یک مرجع و به عنوان یک مکلفیت و مسئولیتشان میزبانی و تسهیلگری و کمک به دو طرف است، قطعا نقش اساسی و مسئولیت بنیادینشان را ایفا و ادا خواهد کرد. آقای زائری، خیلی ممنونم از حضور شما در برنامه با پوزش، به دلیل اینکه گاهی ارتباط ما با کابل قطع میشد. اسدالله زائری، کارشناس مسائل سیاسی و رابطه بین الملل و همینطور از شورای عالی صلح افغانستان با ما. برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. امروز دو وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس ایران رأی اعتماد گرفتند. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش شد و علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. شمار قربانیان حمله دیشب طالبان به محل استقرار نهادهای بین المللی در کابل به 16 نفر رسید. در ادامه برنامه، دادگستری شهرستان بهمهی گفته که عقد دختر 10 ساله با مرد 22 ساله را رد کرد.
امروز پارلمان بریتانیا شاهد یک نبرد جدی بین دولت از یک طرف و مخالفان خروج بدون توافق این کشور از اتحادیه اروپا در طرف دیگر است. مخالفان برگزیت بی توافق از جمله بعضی از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار می‌خواهند قبل از آن که هفته آینده مجلس تعلیق شود با تصویب قانونی جلوی خروج بی توافق را بگیرند. دولت بوریس جانسون تهدید کرده که هر نماینده‌ای را که علیه دولت رأی بدهد از حزب اخراج می‌کند. آقای جانسون گفته اگر مخالفان که به ائتلاف شورشی معروف شدند در رأی گیری پیروز شوند خواهان انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی می‌شوند. بهرنگ تاجدین خبرنگار ما از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن با ماست. بهرنگ، کمی در مورد این ائتلاف شورشی بگو لطفاً. جمال، این ائتلاف شورشی ائتلافی از اکثر احزاب مخالف دولت، حزب اصلی مخالف، حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات، حزب ملی اسکاتلند SNP، که اینا همه احزابی هستند که رسما با خروج بی توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفند، در کنار یه چیزی بین 15 تا 20 نفر از نماینده های حزب حاکم محافظه کار، کسانی که خیلی هاشون تا همین یک ماه و نیم پیش عضو کابینه بودن. شما وزیر سابق دارایی رو دارید، فیلیپ هموند، وزیر سابق توسعه بین المللی روری استوارت و چند وزیر دیگه و عضو دیگه کابینه، که همه اینها معتقدن که خروج بی توافق از اتحادیه اروپا خیلی به ضرر بریتانیا میتونه باشه در کوتاه مدت و میان مدت، و به همین خاطر دارن تلاش میکنن جلوی خروج بی توافق رو از اتحادیه اروپا بگیرن، چیزی که سیاست اصلی دولت آقای جانسونه. و دولت آقای جانسون از اون طرف میگه که تنها راه رسیدن به یک توافقنامه ای که مجلس بریتانیا تصویبش کنه اینه که دولت خودش رو آماده کنه برای خروج بی توافق، چون در اون صورت اتحادیه اروپا حاضر میشه به این که در واقع امتیازی بده به بریتانیا. چرا این اتفاق همین امروز داره میفته، درست روزی که مجلس تازه از تعطیلات تابستونی برگشته؟ دلیلش اینه که آقای جانسون تصمیم گرفته که از هفته آینده مجلس رو برای 5 هفته معلق کنه و وقت خیلی تنگه. به همین خاطره که این نماینده ها، این ائتلاف شورشی، میخوان همین امروز دست به کار بشن و شاید تا ساعت 9-10 شب طول بکشه تا ببینیم که رأی لازم برای آغاز این فرایند قانونگذاری رو دارن یا نه. بهرنگ، دولت چرا مخالفه؟ موزه دولت چیه؟ چیکار میتونه بکنه اصلا؟ دولت حرفش اینه که اتحادیه اروپا تا وقتی که میدونه که مجلس بریتانیا جلوی خروج بی توافق رو میگیره، اون امتیازاتی رو که دولت میخواد بهش نمیده. ولی واقعیت اینه که اتحادیه اروپا بارها و بارها گفته، همین امروز هم دوباره منابعی در اتحادیه اروپا گفتن که دولت بریتانیا پیشنهاد جدیدی نیاورده برای حل مشکلاتی که در توافقنامه خروج وجود داره. اما نکته جالب اینه که یکی از 3 تا پرونده‌ای که علیه تصمیم دولت برای تعلیق مجلس در واقع در جریان، که این یکی در اسکاتلند در جریانه، امروز مشخص شد که دولت 2 هفته قبل از اینکه اعلام عمومی بکنه تصمیم گرفته بود که مجلس بریتانیا رو از هفته آینده برای 5 هفته معلق بکنه، و دولت و شخص نخست وزیر حاضر نشده یک شهادتنامه‌ای بده در مورد این پرونده. اون پرونده هم حالا این شکایت، حداقل نتیجه‌اش احتمالاً رأی دادگاه فردا معلوم میشه، یه عده دنبال اینن که جلوی اون تعلیق رو از راه دادگاه‌ها بگیرن. ممنونم از بهرنگ تاجدین، همکارم در مقابل پارلمان بریتانیا. رئیس دادگستری شهرستان بهمعی گفته که عقد دختر 10 ساله و مرد 22 ساله اهل این شهر با موافقت 2 خانواده باطل شده. نمایم، آیا بنده وکیلم؟ تصاویر مهمانی عقد این دختر بچه و پسر اهل بهمعی که شهرستانی است در کهولیه و بوی رحمت روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی ایجاد کرد. این مقام قضایی به خبرگزاری تسنیم گفت به رسم طائفه‌ای که در بهمعی رایج است، در این مورد هم دختر را برای پسر نامگذاری کرده بودند، عقد کرده بودند تا محرم باشند و می‌خواستند وقتی دختر به سن قانونی رسید ازدواج کنند. سن قانونی برای ازدواج دختران در ایران 16 ساله. پویا قربانی همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنه و واکنش اونها رو به این ویدیو الان اینجا با من، در مورد خود موضوع چه جزئیاتی در دسترسه؟
جمال، این ویدیو دیروز عصر منتشر شد. آقای جواد حیدریان خبرنگار این ویدیو رو منتشر کرده. طبق گفته خودشون این ویدیو چندی بود که در شبکه‌های محلی میچرخید، ایشون دیروز عصر این رو منتشر کرده. تو این ویدیو چی میبینیم؟ یک دختر بچه در لباس عروسی محلی کنار یک مرد جوان نشسته. مرد جوان کاملا معمولی است و عاقد داره خطبه عقد رو میخونه، خطبه عقد موقتی رو میخونه و مهریه 314 سکه‌ای برای این عقد رو میخونه. این ویدیو به محض انتشار سر و صدای خیلی زیادی تو شبکه‌های اجتماعی به پا کرد. خیلی این ویدیو بازنش شد و واکنش‌های بسیاری بین کاربرا برانگیخت که این موجب شد که در حقیقت مقامات ایران هم نسبت به این موضوع واکنششون بدن. معصومه ابتکار چند ساعت بعد از اینکه این ویدیو منتشر شده بود از جواد حیدریان خواسته بود که جزئیات بیشتری از زمان و محل این اتفاق رو بهش بده که ایشون پیگیری کنه. چیزی که ما اینجا شاهدیم یک ویدیو که به سادگی و بدون هیچ اتفاق خاصی اون نفس یک ازدواج زیر سن میونه دختر بچه ها رو به بیننده میرسونه. در کنار اون واکنش کاربرا رو داشتیم و همینطور فعالای محلی. این ستا در حقیقت دست به دست هم دادن تا خبر باطل شدن عقدشون امروز بشن. در حد 30-40 ثانیه اگر به واکنش ها بپردازی لطفا. خب ببین، این موضوع گسترده تر از 30-40 ثانیه است. امیدوارم حالا در بولتنهای بعدی بتونیم با مخاطبای اینو بیشتر بررسی کنیم، ولی میخوام به این بپردازم که ازدواج دختر بچه ها زیر 13 سال منوط به اذن پدره و اجازه دادگاه، اذن ولی و اجازه دادگاه، بنابراین ممنوع نیست. همین ابهام در قانون خیلی از کاربرا رو در حقیقت به اونجا برده که بگن که آقا خب حالا با این مورد مقابله کرد و این عقد باطل شد، بقیه چی؟ این مورد ویدیوش اومد بیرون، بقیه موارد چی؟ ما طبق آماری که ثبت احوال اون منطقه داده داریم که فقط در سال 96 در همون استان کهگیل و بوی رحمت 9 تا دختر زیر 10 سال و 458 دختر زیر 15 سال ازدواج کردن. نظرات بسیار زیادی هست، از جمله اینکه آیا اصلا انتشار این ویدیو کار درستی بود یا نه به این شکل. ما در بی بی سی اجازه اینو نداریم که چهره و مشخصات کودک زیر سن رو بدون اجازه سرپرستش منتشر کنیم. چیزی بود که بعضی بهش پرداخته بودن، از جمله خود آقای حیدریان هم در حقیقت یک عذرخواهی کرده و گفته اما موضوع ازدواج زیر سن کودکان بزرگتر از این بود و به هر حال اینو به دلیل این منتشر کردن. ممنونم از پویا قربانی و ممنون از شما که تا این لحظه برنامه رو تماشا کردید. باید یادآوری بکنم که اگه این برنامه رو از اول ندیدید تا چند لحظه دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهیم بود.